بچه سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ادامه درس ریاضی 12 انسانی، فصل آخر رو با هم دیگه جمع‌بندی میکنیم برای امتحان نهایی. فصل سوم در مورد الگوهای غیر خطی صحبت میکنه که مهمترینش دنباله هندسی هستش. این که میگه در واقع الگوهای غیر خطی، منظورش اینه که این الگوها توی ترسیمشون در واقع منحنی، حالت منحنی شکل وجود داره، یعنی نقطه ها طوری قرار میگیرن کنار هم که شکل به صورت منحنی نشون میدن. توی دنباله حسابی ما در واقع نمودارمون خطی بود، ولی الان نمودارمون حالت منحنی داره. دنباله هندسی رو تعریف بکنیم براش، ببین دنباله هندسی چی میگه. دنباله ایست که در آن هر جملمون برابر با جمله قبلی ضرب بر یک مقدار ثابت. دقیقا تعریفی که دنباله حسابی داشت این بود، جمله قبلی به علاوه یک مقدار ثابت. این میگه جمله قبلی ضرب در یک مقدار ثابت یا یک عدد ثابت، که بهش میگن چی؟ بهش میگن قدر نسبت دنباله هندسی یا نسبت مشترک بهش میگن. در هر دنباله هندسی اگر شما هر جمله دلخواه تو، مثلا جمله هفتم رو بیای تقسیم بر جمله ششم بکنید، یا مثلا جمله سوم رو تقسیم بر جمله دوم بکنید، این نسبت ها همشون با هم دیگه برابر آر میشن. اصطلاحا اون نسبت مشترک رو با آر نشون میدیم. پس نسبت هر جمله به جمله قبلی خودش، بچه اگه یادتون باشه تو دنباله حسابی گفتم که آن منهای آن منهای یک، این در واقع شروع دنباله بازگشتیه. اگر این عبارت مساوی دی باشه بهش میگن دنباله بازگشتیه یک دنباله حسابی. حالا اگر این منها رو شما تقسیم بکنید، بگیم آقا آن تقسیم بر آن منهای برابر بشه با آر، اینه بهش میگن چیه؟ اینه بهش میگن دنباله بازگشتی یک دنباله هندسی. مدل بازگشتی داریم نشونش میدیم. هر دنباله بچه ها، چه حسابی چه هندسی، دو مدل نمایش داره. یه مدل نمایش بازگشتیه، یه مدل نمایش در واقع جمله عمومیه. تو جمله بازگشتی برای دنباله حسابی رابطه به این صورت بود، تو رابطه هندسیش این منها به تقسیم تبدیل میشه، به جای دی هم میذاریم آر چون اسمش عوض میشه. اینم فارسیش، هر جمله تقسیم بر جمله قبلی. این رابطه که نوشتم اینجا به نام رابطه چیه؟ رابطه بازگشتی این دنباله میتونه مطرح بشه. اگر دو جمله دلخواه در دنباله هندسی داشتیم، رابطهش به این صورت میشه. میگیم تقسیم هر دو جمله دلخواه، خوب دقت کن، تقسیم هر دو جمله دلخواه همیشه برابر میشه با قدر نسبت به توان تفاضل شماره هاشون. اگه دقت بکنید تو دنباله حسابی میگفتیم آن منهای آم برابر بود با ان منهای ام در دی، اینجا تقسیم داره انجام میشه و به جای ضرب توان داره انجام میشه. یعنی ما همیشه با توانها سر کار داریم. اینکه گاهی اوقات این دنباله های مقداری ممکنه مشکل ساز بشن، دلیلش همینه، چون با توان سر کار داره، بچه مقداری تو توان مشکل دارن و در نتیجه مشکلاتی براشون پیش میاد. پس این مدلی که نوشتم براتون، این برای چیه؟ برای هر دو جمله دلخواه. هر دو جمله دلخواه تو دنباله هندسی در این راه میتونیم حساب بکنیم. تو یک دنباله هندسی این رابطه رو ما داریم، میگیم اگر آر مثبت باشه بزرگتر از یک باشه دنباله افزایشیه، اگر آر مساوی یک باشه دنباله ثابته، اگر آر بین 0 و 1 باشه دنباله کاهشیه، و اگر آر کوچکتر از 0 باشه دنباله نوسانیه. بچه‌ها این حالته که من دارم به شما میگم، یه طرف قضیه نگه دارید، اینو به صورت نکته می‌نویسیم. نکته، من چیزی که اینجا براتون نوشتم حالت کلاسیک کاره، اما کاری که شما انجام میدین برای تعیین افزایشی بودن یا کاهشی بودن یک دنباله هندسی اینه: برای بررسی کاهشی بودن و یا افزایشی بودن یک دنباله هندسی، کافیست سه جمله اول آن را بنویسید.
همین. بچه‌ها سه جمله اولش بنویسید میفهمید که این دنباله داره صعود میکنه یا کاهش پیدا میکنه. خیلی راحت، نیازی به این نگفتنگام دیگه اصلا نداریم. چرا اینو بهتون میگم؟ به خاطر اینکه بچه‌ها دنباله هندسی علاوه بر اینکه به قدر نسبت بستگی داره، به جمله اولتون هم بستگی داره. اگه جمله اولتون مثبت باشه این رابطه ها همیشه برقراره. چون تو کتاب شما اکثر جمله ها با جمله مثبت شروع شده، این نکته رو به این صورت نوشتیم. اما در حالت کلی اگر جمله اول منفی باشه، اون وقت تمام اینو عوض میشه. یعنی اگه آر مثبت باشه، اون وقت دنباله میشه کاهشی، و برعکسش اگر آر بین صفر باشه، دنباله میشه افزایشی. پس این بستگی به جمله اولمون هم داره. به همین دلیل نکته رو براتون نوشتم که عزیزانی که میخوان توی تست ها در واقع بفهمن که این دنبال کاهشی افزایشی، از این طریق میتونن استفاده کنن. شرط این که جمله های آ یک، آ دو، آ سه تشکیل دنباله هندسی بدن. اگه دقت کنید ما توی دنباله حسابی گفتیم تفاضل جمله ها باید با هم برابر باشه، اینجا نسبت جمله ها باید برابر باشه. یعنی من میتونم بنویسم آ 22 بر روی آ 21 مساوی باشه با آ 17 بر روی آ 16 مساوی باشه با آ 2 بر روی آ 1 مساوی باشه با آ 3 بر روی آ 2 و الی آخر. نکته ششم، اگر آ ب س سه جمله متوالی یک دنباله حسابی باشن، این جمله، این نکته مهمه. اگر آ ب س سه جمله متوالی از یک دنباله هندسی باشند، عدد بی را واسطه هندسی مینامیم. و داریم، اگر آ داشته باشیم، بی داشته باشیم، سی هم داشته باشیم، میگیم جمله وسط به توان دو مساوی با ضرب دو جمله کناری، آ ضرب بر سه، که اگر طرفین جذر بگیریم مقدار بی به دست میاد، بی میشه رادیکال آسی. پس بچه ها در نهایت جمله انوم، چیزی که میخوام براتون بنویسم، دقت کنید اینجا، جمله انوم یک دنباله آ ان برابر است با آ یک آر به توان ان منهای یک. اینه بهش میگن جمله عمومی دنباله هندسی. به چی بستگی داره؟ به جمله اول بستگی داره و قدر نسبت. آ یک ضرب در آر به توان ان منهای یک، اینه بهش میگن جمله عمومی دنباله چی؟ دنباله هندسی. مثل چی مثلا؟ مثلا آن برابر میشه با دو ضرب در سه به توان ان منهای یک. مثلا این یه مدلشه. یا مثلا ممکنه بگن که آن برابر با یک دوم در مثلا یک سوم به توان ان منهای یک. هیچ فرقی نمیکنه. اون عددی که پشت قرار میگیره نقشه آ یک رو داره. اون عددی که توان بالاشه همیشه نقش چی رو داره؟ نسبت مشترک یا قدر نسبت رو داره. نکته شماره 9 رو نیاز نداره یاد بگیرید، نکته تستی هستش. حالا اگه دوست داشتید میتونیم بگیم در صورتی که آر عددی بین منهای 1 و 1 باشه، مجموع جملات از رابطه آ 1 بر روی 1 منهای آر به دست میاد. که انشالله اگر فرصت شد توی بحث کنکوری اینا رو قشنگ بررسی میکنیم با هم دیگه. دنباله‌ای که هم حسابی باشد و هم هندسی باشد دنباله ثابت. مثل چی؟ مثلا دنباله مثلا آن برابر با رادیکال دو، این دنباله ثابته. این دنباله هم هندسی هم حسابی. پس دنباله هایی که ثابت باشن هم هندسی هستن هم حسابی. هر تابع نمایی جمله عمومی یک دنباله هندسیه که در آن پایه همان نسبت مشترک است و بالعکس. یعنی هر جمله عمومی هر دنباله هندسی به صورت یک تابع چیه؟ نمایی هستش. حالا تابع نمایی به چه مدلیه؟ تابع نمایی مثلا y برابر هست مثلا با 2 به توان x مثلا. این تابع نمایی اگر به جای x بذارید n میشه یک دنباله هندسی. پس هر تابع نمایی که به جای xش n بذاره میشه دنباله هندسی. تا اینجا دنباله هندسی رو معرفی کردیم، بریم سراغ ریشه انوم و توان گویا. یکی راحت ترین بخش های کتابتون در واقع همینه. به بچه ها ریشه انوم یا توان گویا، اگر شما مثلا بگید رادیکال دو، معنی رادیکال دو میشه ریشه دوم عدد دو. اصلا رادیکالی که فوجش دو باشه یعنی ریشه دوم.
رادیکالی که فوجش سه باشه میشه ریشه سوم. پس ما اسم ریشه که میاد در واقع با نماد رادیکال نشون میدیم. وقتی میگیم رادیکال مثلا 17 با فوجه 8، یعنی ریشه هشتم عدد 17. معنیش چیه؟ یعنی عدد چه عددی رو پیدا کنیم که 8 بار تو خودش ضرب بشه بشه 17. ببینید معنی رادیکال 17 با فوجه 8 اینه. رادیکال 17 با فوجه 8 یعنی چی؟ یعنی عددی پیدا کنید که اگر 8 بار در خودش ضرب بشود بشه 17. به این میگن ریشه در واقع عدد، ریشه 8م عدد 17. یا حالا هر عددی میتونه باشه، ریشه هر عددی رو میتونیم بگیریم. برای این کار دقت کنید، برای عدد طبیعی n بزرگتر از 1، b به توان n اگه برابر a باشه، اون وقت عدد a رو بهش چی میگن؟ میگن توان n-م عدد b. یعنی b رو به توان n رسودیم شده a. پس b خیلی کوچیکه دیگه، b از a خیلی کوچیکتره، چون وقتی به توان n رسیده تازه شده a. پس اصطلاحاً به b چی میگن؟ به b میگن ریشه n-م عدد a. یعنی اگه شما بخوای b رو تنها بگیری، اگر n رو بخوای از b ورداری، بعد رو a رادیکال بذارید، بعد این n رو بدی رو فرجه. پس وقتی شما داری رادیکال از بین میبری، در واقع داری به یه طرف توان میرسونی. پس از بین بردن توان یعنی در واقع اجازه دادی که رادیکال به وجود بیاد، و از بین بردن رادیکال یعنی اینکه اجازه بدیم توان به وجود بیاد. پس جایی که میخوایم رادیکال از بین ببریم، توان به وجود میاد. جایی که میخوایم توان رو از بین ببریم، رادیکال به وجود میاد. اینو حواستون باشه. الان دو طرف تساوی ما داریم، نگاه کنید. من میخوام توان از بین بره، پس اون طرف رادیکال به وجود میاد، میشه این. حالا میخوام رادیکال از بین بره، پس این طرف توان به وجود میاد. اصطلاحاً به آ میگیم ریشه انوم بی، ریشه انوم عدد آ در واقع، از آ جذر گرفتیم، ریشه انوم گرفتیم، میشه بی. و برعکسش هم که میشه در واقع به آ میتونیم بگیم توان انوم عدد بی، اگر بی رو به توان ان برسونیم میشه آ. خب هر عدد حقیقی میتونه دارای یک ریشه فرد باشه. ریشه فرد یعنی n-مون 3 باشه، n-مون 5 باشه، n-مون فرد باشه کلن. اگه n فرد باشه ریشهش میشه چی؟ میشه در واقع ریشه فرد اون عدد. اگه عدد مثبت باشه دو تا ریشه زوج داره. یعنی شما اینجوری میگیم، اگر مثلا فرض کنم به شما بگم که مثلا ریشه دوم عدد 9، معنیش یعنی چی؟ یعنی چه عددی رو به توان 2 برسونم، یا راحت‌تر بگم چه عددی رو 2 بار تو خودش ضرب بکنم بشه 9. خب قطعاً اون عدد میتونه هم منفی 3 باشه هم 3 باشه. یعنی ریشه دوم عدد 9 اصطلاحاً میشه مثبت و منفی رادیکال 9. پس معنی ریشه دوم، ریشه چهارم به صورت فارسی بخوایم بگیم، با جذر 9 فرق میکنه ها بچه ها. این نکته خیلی حواستون باشه. ببینید من وقتی میگم رادیکال 9 قطعا جوابش میشه 3، ولی وقتی فارسی مینویسم ریشه دوم عدد 9، این میشه مثبت و منفی 3، چون ریشه دوم عدد 9 با خود رادیکال 9 فرق میکنه. رادیکال 9 یعنی رادیکال 9، یعنی از 9 دارم جذر میگیرم، اما ریشه دوم 9 یعنی تعریف، یعنی چه عددی رو دوبار تو خودش ضرب بکنم میشه 9. پس هم منفی 3 مورد قبول میشه هم 3. اعداد منفی هم که اصلا ریشه زوج ندارن، هیچ. ریشه زوج و فرد عدد 0 هم میشه 0. اگر از یک عددی بخوای ریشه انوم بگیری، ریشه های انومش به صورت قدر مطلق نوشته میشن، در واقع ریشه های معادل هستن به شرطی که n عدد زوج باشه. اگر هم n عدد فرد باشه که خب رادیکالش خودش میاد بیرون، یعنی دیگه شما عدد و کاری نداری که چه اتفاقی میفته، n با n میره، خود a میاد بیرون. در صورتی که n عدد زوج باشه قدر مطلقش میاد بیرون، چون ما نمیدونیم a که زیر رادیکال هست مثبت یا منفیه. پس اگر n زوج باشه خود قدر مطلق میاد بیرون، اگر n فرد باشه a میاد بیرون. مثل چی؟ مثلا شما میگی که رادیکال مثلا آ به توان 5 با فوجه 5، جواب میشه خود 5، میشه آ. ولی وقتی میگی رادیکال آ به فوجه 4 و توان 4، اینجا میشه قدر مطلق آ. چرا؟ چون توانی که داره اینجا ریشه زوج داره میگیره ازش،
ریشه زوج یعنی از بین رفتن چهار و این آ حالا بلا تکلیف میمونه، آ مثبت یا منفی بوده. چرا؟ چون اگه منفی باشه به توان چهار برسه میشه مثبت، اگه مثبت هم باشه به توان چهار برسه بازم میشه مثبت. پس نتیجه خروجیش باید دو تا عدد باشه، دو تا رقم باشه، یا مثبت یا منفیه. شماره 8 میگه این رادیکال وقتی شما مینویسی ممکنه ام بیاد داخل، ممکنه بره بیرون. اینا با هم فرق میکنه. چرا؟ مثلا شما میگی که رادیکال عدد منفی 2 به توان 4 با فرجه مثلا 6. یه موقع هم چی مینویسی؟ مینویسی رادیکال منفی 2 با فرجه 6 به توان 4. آیا اینا با هم دیگه برابرن؟ میگیم خیر. دلیلش من میگم که اینجا منفی 2 اول به توان 4 میرسه، این عدد زیر رادیکال میشه مثبت، حالا معنی پیدا میکنه که ازش ریشه 6 بگیریم. ولی اینجا میگه اول از منفی 2 ریشه 6 بگیر. خب عدد منفی که ریشه 6 ندارن، که اصلا ریشه زوج ندارن، پس نمیتونه اینو با هم برابر باشه. به خاطر همین همیشه با هم برابر نیست. در صورتی که n عدد طبیعی باشه شما میتونید رادیکال رو به توان تبدیل کنید. یعنی وقتی ما میگیم آ به توان 1/5 میتونه باشه رادیکال آ با فرجه 5 و توان 1، که همین نکته رو اینجا به صورت عدد طبیعی m و n به صورت کلی نشون دادیم. بچه ها هر رادیکالی میتونه تبدیل بشه به توان و هر توانی میتونه تبدیل بشه به چی؟ رادیکال. اگر توانی منفی داشته باشه این اصطلاح هم میشه x به توان، در واقع به این صورت میشه 1xم به توان mnم. بچه ها زمانی شما میتونید منفی توان رو از بین ببرید که بتونید عبارت زیر، در واقع عبارت پایتون رو معکوس کنید. حالا این 1xم میخواد به توان mnم برسه، کافیه بریم 1 بر روی این mnم بخواد بره روی x، میشه رادیکال x به توان m با فرجه n. یعنی اگر توانت منفی باشه رادیکالت حالت معکوس داره، و بالعکس میتونیم هم رادیکال رو داشته باشیم تبدیلش کنیم به توان. یادمون باشه که مخرج همیشه میره تو فرجه و توان میره زیر رادیکال. آ به توان ام انوم در واقع آ به توان یک انوم بوده به توان ان. میتونیم جای یک انوم با ام رو عوض کنیم. پس بنویسیم آ به توان ام به زیر رادیکال که میتونه باشه این عبارت. یعنی اثبات این رابطه بود که نیاز به اثبات اصلا نداریم. نکته 12 روابط مربوط به توان هاست. بهتون گفتم بچه ما تو فصل سوم حدود 9.5 نمره تو امتحان نهایی سوال داریم که حدود 4-5 نمرش از اینا میاد. پس خیلی خوب میشه یاد گرفت و خیلی خوب میشه ازش امتیاز گرفت تو امتحان نهایی. میگه اگه پایه ها با هم برابر بودن یکی از پایه ها رو به نمره ها رو با هم جمع کن. اگه پایه ها با هم برابر نبودن بر هم تقسیمشون کن، بعد به توان m برسون. یعنی میشه a به m به توان m. اگر پایه ها با هم برابر نبودن ضربشون کن، یکی از نمره ها رو بذار. اگه پایه ها با هم برابر بودند یکی از پایه ها رو بریز، نمره ها رو از هم کم کن. آ به توان منفی ام میتونه باشه چی؟ میتونه باشه 1 آ ام به توان ام. آ به توان منفی ام همون 1 آ ام به توان ام. آب توان ام به توان ان، انگار امو در ان ضرب بکنید. آب توان صفر میشه 1، یادمون نره. اینا نکاتیه که توی حل مسائل میتونه خیلی خیلی کمک میکنه. روابط بالا فقط برای ام و ان های چیه؟ ام و ان های مثبت و حقیقیه که قابل قبوله. و درس آخرمون درس توابع نمایی هستش. خلاصه از توابع نمایی رو با هم مرور میکنیم، میریم سراغ حل مسائل امتحان نهایی. عزیزانی که میخوان این مباحث رو به صورت کلی و دقیق تر مطالعه کنم و در واقع بیشتر مسئله و تست حل کنم، میتونن پک کنکور رو داشته باشن. تو قسمت کنکوری ما اینا رو کاملا باز کردیم، نکته هاش رو کامل گفتیم با حل تست و به طور کامل تری گفتیم، ولی اینجا فعلا در حد امتحان نهایی داریم میگیم که بتونیم در واقع پس امتحان نهایی بر بیایم. نکات اصلی رو داریم میگیم بدون اینکه وارد حاشیه هاش بشیم، فعلا نکات رو داریم میگیم که بریم مثال حل کنیم با هم. تابع نمایی میگه که هر عدد حقیقی مثبت و مخالف 1
به صورت ایگریک برابر با آب توان ایکس یک تابع نماییه. چرا بهش میگن نمایی؟ چون توانش مجهوله. متغیر تابع کجاست؟ تو توان قرار داره. اگر آب بزرگتر از یک باشه، شما شکلی که رسم میکنید اینجوریه. بچه ها نمودار شما همیشه برای حالت آب بزرگتر از یک به این صورته. یعنی شما اگه بخوایی شکل رسم بکنید، این نمودار شماست. ببینید همیشه از نقطه 0 و 1 میگذره. این مال حالتیه که آب بزرگتر از چنده؟ بزرگتر از 1. هیچ وقت نمودار شما زیر محور ایکس ها نمیاد، خاطر اینکه تابع نمایی همیشه مثبته. یک تابع کاملا افزایشیه، یعنی از سمت چپ به راست که حرکت میکنی مدام رو به بالا حرکت میکنی. و نکته جالبتر بهتون بگم اینه که زمانی که شما میخوای ایگرگ برابر با 2 به توان ایکس یا ایگرگ برابر با 3 به توان ایکس رو رسم بکنید، تفاوتی که تو اینا وجود داره تو چیه؟ تو این قسمت دقت بکنید. من تابع آبیه رو میذارم برای ایگرگ برابر با 3 ایکس. چرا؟ میگم که آقا هر چی پایه بزرگتر باشه، این نکته رو یادمون باشه، هر چی پایه بزرگتر باشه شاخه های منحنی شما، یعنی شاخه ای که رو به بالا رفته و شاخه که رو به پایین رفته، به محور ایکس و ایگرگ نزدیکتر میشه. نتیجه هر چی شاخه منحنی به محور ایگرگ ها و محور ایکس ها نزدیکتر باشه، عدد پایتون چیه؟ بزرگتره. پس این نمودار برای 3 به توان ایکس، این نمودار برای 2 به توان ایکس. یعنی 2 به توان ایکس از 3 به توان ایکس عقبتره، زورش کمتره. هر چی این 3 یهو بشه 5، این تابع نزدیکتر میشه، بشه 8 دوباره نزدیکتر میشه. از اون طرفم قسمت دوم پایینشه که نزدیک به محور ایکس میشه. پس هر چی مقدار پایمون بزرگتر باشه، نمودارمون به شاخه های محورهای مختصات چی میشه؟ نزدیکتر میشه. اما اگر مقدار آب بین 0 و 1 باشه، نمودار شما این دفعه برعکس میشه. یعنی اگه شما نموداری بخوای براش رسم بکنی، نمودار شما از بالا به سمت پایین میاد، به این صورت میشه. این حالت مال چیه؟ مثلا میگی ایگرگ برابر با 1/2 به توان ایکس. من نمودار بعدی رو برات رسم میکنم به این صورت، نگاه کنید. این قرمزه چیه؟ این قرمزه نمودار 1/3 به توان ایکسه. داره برعکس عمل میکنه. میگه حالا اگر پایه شما کوچیکتر باشه، شما نزدیک به محور ایکس ها میشید. پس 1/2 از 1/3 بزرگتره، پس عقبتر میره. 1/3 از 1/2 کوچیکتره، شاخه هاش به محور ها چی میشن؟ نزدیکتر میشن. در حالت نزولی این اتفاق میفته، برعکس بالاییه. در حالت نزولی هرچی پایه کوچیکتر بشه، حاصل چیه؟ بزرگتره. یعنی تابع به شاخه ها در واقع نزدیکتر میشه. در هر دو حالت صعودی و نزولی دامنه تابع برابر با آره. اگه دقت کنید کل محور ایکس رو پوشش میده. اما بردش چیه؟ بردش همیشه بالای محور قرار داره. همیشه مثبته. هیچ موقع برد تابع، یعنی مقدار ایگرگت هیچ وقت منفی نمیشه. مقدار ایگرگت هیچ وقت صفر نمیشه. برد شما همیشه از صفر بزرگتره. چه میخواد آ بین 0 و 1 باشه، چه آ بزرگتر از 1 باشه. ربطی به آ اصلا نداره. چیزی که اینجا نوشتیم براتون به طور واضح و روشن مشخصه. نقاط تقاطع با محور ایگرکاش همیشه برابر 0 و 1. یعنی شما چه تابعی داشته باشی 3 به توان ایکس، چه باشه 2 به توان ایکس، چه باشه 1/3 به توان ایکس، فرقی نمیکنه. هر مدلی که باشه همیشه از نقطه 0 و 1 میگذره. و در نهایت بریم سراغ حالت آخر، تابع چی بهش میگیم؟ تابع رشد و زوال. تابع رشد و زوال با توجه به نموداری که و فرمولی که براتون نوشتیم، یه تابع به این صورت. خوب دقت کنید. اولا تابع رشد و زوال به زمان بستگی داره. مثل سرمایه گذاری میمونه. شما تو بانک سرمایه گذاری میکنید، زمان باید بهش بخوره تا سود کنید، یا برعکس زمان بهش بخوره تا ضرر کنید. یا مثلا فرض کنید که یه بیماری میاد توی شهری، تا بخواد ریشه کم بشه زمان میخواد، تا این مثلا یواش یواش جمعیت بیمارها کم بشه و ریشه کم بشه، و در مجموع با زمان در ارتباطه. رابطه ای که براش وجود داره برای تابع رشد به این صورته که میگن مقدار اولیه، این سی که اینجا شما میبینید مقدار اولیه است.
حالا مقدار اولیه ممکنه مضر باشه، ما بخوام کمش کنیم، ممکنه خوب باشه بخوام زیادش کنیم. یه آر داریم اینجا که درصد رشد بهش میگن، اصطلاحا میگن درصد رشد. اگر آر منفی باشه میشه تابع چیه؟ میشه تابع زوال. اگر آر مثبت باشه میشه تابع رشد. پس بستگی به علامت آر داره. ممکنه تو سوال بگه داره کاهش پیدا میکنه، اسم کاهش که میاد یعنی تابع چیه؟ تابع زوال داره، آر منفیه. و به زمان بستگی داره. زمان ممکنه بر حسب هفته باشه، بر حسب سال باشه، بر حسب ماه باشه، فرقی نمیکنه. بستگی داره که در چه مورد چه مسئله‌ای بخوایم صحبت بکنیم. در کل تابعی که براتون اینجا مثال زدیم به این تابع میگن تابع چی؟ تابع رشد یا تابع زوال، که بستگی به علامت آر داره. و اما سوالات امتحانات فصل. گفته با توجه به دنباله هندسی داده شده حاصل عبارت زیر را به دست آورید. خب دنباله هندسی اگه نگاه بکنیم بچه ها، جمله اولمون یک هشتمه. میگم خب اگه جمله اول باشه یک هشتم، قدر نسبتمون چی میتونه باشه؟ آر چنده؟ یعنی چی؟ یعنی چه عددی رو ضرب بر یک هشتم بکنم بشه یک چهارم؟ اون عدد مهمه برای من. یه نگاه که بهش بکنم متوجه میشم جوابش میشه 2. حالا فرض کن نفهمیدی جوابش چی شده. خیلی ساده انجام میدی. میگیم آقا آر همیشه برابر با چیه؟ هر جمله دلخواه، هر جمله دلخواه تقسیم بر جمله قبلیش. پس اینجا نگاه کن 2 رو تقسیم بر 1 کن، جواب میشه 2. یکی ممکنه بگه من میخوام 1/4 رو تقسیم بر 1/8 بکنم. خب بکن 1/4 تقسیم بر 1/8. دور در دور، نزدیک در نزدیک، جواب دوباره میشه 2. فرقی نمیکنه. پس آرمون چنده؟ آرمون برابر با 2ه. نگاه کنیم. گفته آنوه منهای آشیش. بچه آنوه چی میشه؟ جمله نهم برابر چی میشه؟ حساب کنیم. به جای آنوه جمله عمومیشو بنویسیم. میشه آ1 ضرب در آر به توان 8. به جای آشیش چی بنویسم؟ مینویسم آ1 ضرب در آر به توان 5. اینا رو حساب میکنم. بچه ها آ1 هم چنده؟ آ1مون هست 1/8. میشه 1/8 ضرب در 2 به توان 8. این میشه آنو. بالایه چی میشه؟ بالایه میشه 1/8 ضرب در 2 به توان 5. اینم میشه چی؟ اینم میشه آشیش. اینا رو حساب میکنم. مینویسم 14 تقسیم بره. خب بچه ها 2 به توان 8 این 1/8. 1/8 میشه 2 به توان منفی 3. آقا کجا فهمیدی 2 به توان منفی 3؟ خیلی ساده است. 8 میشه 2 به توان 3، درسته؟ حالا چون تو مخرجه میاد بالا میشه 2 به توان منفی 3. این 2 به توان منفی 3 با 2 به توان 8 چون پایه‌هاش با هم برابره، منفی 3 با 8 جمع میشه، میشه 5. نتیجه آ9 میشه 2 به توان 5 منهایه. همین اتفاق برای بالایی میفته. 2 به توان منفی 3، 2 به توان 2 میشه 2 به توان 5 میشه، جمعش میشه 2 به توان 2 که میشه 4. پس میشه منهای 2 به توان 2. نتیجه میشه 14. 2 به توان 5 میشه 32. 2 به توان 4، 2 به توان 2 میشه 4. نتیجه جواب میشه 14 28م که جواب میشه 1/2. پس حاصل عبارت زیر برابر میشه با 1/2. بریم سوال بعدی. سه جمله به شما داده، این سوال مهمیه. سه جمله به شما داده، گفته این سه جمله تشکیل دنباله هندسی میدن. بچه ها یکیش اسمش آ میشه، اسم یکیش میشه ب، اسم یکیش هم میشه چی؟ میشه سی. پس رابطه رو قرار میدیم، میشه B2 یعنی x به علاوه 2 به توان 2 برابر میشه با ضرب اون دوتا، یعنی x در x به علاوه 3. کافیه چیکار کنیم؟ اتحاد اول رو باز کنیم، میشه x2 به علاوه 4x به علاوه 4 مساوی با، اینم که ضرب بکنیم میشه x2 به علاوه 3x. x2 با x2 میره، نتیجه x برابر میشه با منفی 4. تمام. اگر سه جمله متوالی باشن x مون برابر میشه با منفی 4. بریم سوال بعدی.
گفته که جمله ششم یک دنباله هندسی 96ه. جمله ششم یک دنباله هندسی 96ه. جمله سومش برابر با 12. سوال پرسیده جمله اول چی میشه؟ خب جمله ششم یعنی آشیش. خوب دقت کن. آشیش برابر با آیک ضرب در آر به توان 5. از طرفی آسه چی میشه؟ آسم میشه آیک ضرب در آر به توان چند؟ به توان 2. جمله ششم و جمله سوم به این صورت نوشتم. بچه دقت بکنید، مهمترین چیزی که ما باید به دست بیاریم اینه که آر ببینیم چنده. قبل از اینکه جمله اول به دست بیاد باید آر به دست بیاد. برای این کار چیکار میکنیم؟ خیلی کار ساده ای انجام میدیم. توی دنباله های هندسی اگه خواستیم محاسباتی انجام بدی از تقسیم استفاده کنید. آشیش چنده؟ خودش گفته 96. میشه 96 تقسیم بر آسه چنده؟ 12. مساوی با. بچه آیک با آیک میره. آر یعنی چی؟ آر یعنی پایه ها با هم چیه؟ برابره. خب اگه پایه ها با هم برابر باشه یکی از پایه ها رو می نویسم، نماها رو از هم کم می کنم، میشه 3. حالا 96 تقسیم بر 12 میشه چند؟ نتیجه آر به توان 3، 96 به 12 میشه 8. از اینجا آر برابر میشه با عدد 2. پس ما تونستیم مقدار آر رو به دست بیاریم. حالا خیلی راحت میتونم با استفاده از جمله سوم جمله اول پیدا کنم. به چه صورت؟ میگم آقا جمله سوم هستش 12. یعنی چی؟ یعنی آسه برابر با آیک ضرب در آر که 2ه به توان 2. آسه مون که 12ه، نتیجه 12 برابر میشه با آیک ضرب در 2 به توان 2 هم که میشه 4. پس آیک چند شد؟ آیک شد 3. پس جمله اول دنباله هندسی برابر میشه با 3. ازت چی خواسته؟ گفته مجموع 8 جمله اول این دنباله رو به دست بیارید. اس 8 رو از شما میخواد. ببینیم اس ان اصلا چیه. اس ان برابره با خط کسری آیک در یک منهای آر به توان ان تقسیم بر یک منهای آر. این بچه ها مجموع جملات یک دنباله هندسی از این به دست میاد که چی نیاز داریم توش؟ کافیه آیک داشته باشیم. آیکمون چنده؟ 3. آر داشته باشیم که آرمون هم 2. مسئله حل میشه دیگه. گفته اس چنده به دست بیار؟ اس 8. اس 8 برابر میشه با آیک هست 3 در یک منهای 2 به توان چند؟ 2 به توان 8 تقسیم برای یک منهای 2. خب 2 به توان 8 اگه حساب بکنیم میشه 256. نتیجه میشه 3 در یک منهای 256 تقسیم برای منفی 1. میشه 255 منفی. با این منفی پایین میره. پس جواب میشه 3 ضرب در 255. 3 تا 255 تا میشه 765 تا. چون 3 تا 250 تا میشه 750 تا. 3 تا 15 تا 5 تا میشه 15 تا، میشه 765 جواب آخر مسئلتون میشه. بچه قسمت دنباله های هندسی نیاز به تمرین داره. بحث محاسباتی و بحث توانیش مقداری ممکنه که اذیتتون کنه، ولی اگه همین تمرین ها رو همین نمونه ها رو حل بکنید تو امتحان نهایی خارج از این محدوده نداریم و میتونید به راحتی از پس مسئله هاش بر بیاید. سوال بعدی، دنباله رو در نظر بگیرید. نسبت مشترک چی میشه؟ باز چیکار میکنیم بچه ها؟ یه جمله انتخاب میکنیم، تقسیم بر جمله قبلیش میکنیم. پس آر برابر میشه با یک ششم تقسیم بر یک دوم. دور در دور، نزدیک در نزدیک انجام بدیم جواب میشه یک سوم. پس آر چند شد؟ آر شد یک سوم. این قسمت اول. جمله ششم آشیش طبق فرمول میشه آیک ضرب در آر به توان 5. پس آشیش برابر میشه با آیکمون چنده؟ یک دوم. میشه یک دوم در یک سوم به توان 5. بچه ها همینجا این رو استوب کنید، نیاز محاسبهش نیست اصلا.
فکر نکن باید اینو حتما حساب بکنی. اتفاقا حساب نکنی مسهر راحت‌تر متوجه میشه که درست نمیشه. جواب آخرش زیاد مهم نیست. و قسمت ب گفته نسبت A7 به A5 چی میشه؟ نکته داشتیم بچه ها، گفتیم AN بر روی AM، مگه نمیشد R به توان N من های M؟ حالا اینجا N رو داده 7، M رو داده چند؟ 5. نتیجه جواب میشه A7 بر روی A5 میشه R به توان 2. آرمون چنده؟ 1/3. پس نتیجه A7 به A5 میشه 1/9. نم شد قسمت ب. سوال بعدی، مجموع 6 جمله اول چی میشه؟ اس 6 رو از شما میخواد. ان پس برابر با 6ه، A1مون برابر با 1ه. بچه دیمون برابر با چیه؟ یعنی همون آرمون. خب قطعا 1 ضرب 4 شده دیگه، پس آرمون هم برابر میشه با 4. نتیجه اس 6 برابر میشه با A1 منهای R به توان 6 تقسیم بر 1 منهای R. عدد گذاری میکنیم، S 6 برابر میشه با A1مون که هست 1 منهای R مون شده 4، میشه 4 به توان 6 تقسیم بر 1 منهای 4. بچه ها 4 به توان 6 میشه 2 به توان 12. 2 به توان 12 که میشه در واقع 4048. که خب الان نمیخواد حسابش بکنید، در همین حد بنویسید کافیه، نیاز محاسبه اضافه ندارد. اینا رو معمولا نمره کم نمی کنن. جای خالی رو با یک عدد مناسب پر کنید. دنباله داده شده ضابطه چی میتونه باشه؟ بچه ها ضابطه یک دنباله به این صورته: AN برابر با A1 ضرب بر R به توان N منهای 1، که باید به جای A1 و R عدد بذارم. A1 هم که 1/2ه، 1/2 ضرب بر چی بشه؟ بشه 1/6 ضرب بر 1/3. پس Rمون هم میشه چند؟ 1/3. پس ضابطه میشه چی؟ AN برابر میشه با 1/2 ضرب در 1/3 به توان N منهای 1. اینو بعد اینجا بنویسید. نیای بگی 1/2 در 1/3 میشه 1/6. این 1/3 مال توان پایه N منهای 1ه، اصلا با 1/2 کاری نداره. تا موقعی که این توان براش حساب نشه 1/2 ضرب نمیشه توش. سوال بعدی، با توجه به دنباله روبرو به سوالات زیر پاسخ دهید. نوع دنباله را مشخص کنید. دنباله در 3 ضرب شده. مدام در 3 چی شده؟ ضرب شده. پس میشه دنباله هندسی. ضابطه بازگشتی نکته داشتیم. برای ضابطه بازگشتی رابطه ثابت داشتیم. AN بر روی AN منهای 1 برابر چی بود؟ نسبت مشترک هستش 3. تمام. این هم شد ضابطه بازگشتی. جمله عمومی، جمله عمومی ما هستش AN برابر با A1 یعنی 3 ضرب در R که یعنی 3 به توان N منهای 1. تمام. این هم شد ضابطه دنباله عمومی. تو دنباله عمومی فقط N مچوله بچه ها، A1 و D و یا Q در واقع باید مقدارش نوشته بشه. و گفته جمله دهم دنباله چی میشه؟ کافیه جای N بذاریم 10. A10 برابر میشه با 3 ضرب در 3 به توان 9 که حاصلش میشه 3 به توان 10. پس جمله دهم میشه 3 به توان 10. بریم سراغ سوال 8. 1/8، 1/4، 1/2، 1. نتیجه R برابر با چنده؟ 2، چون در 2 ضرب شده رفته جلو دیگه. گفته A10 به A7، میدونیم که A10 به A7 برابر با 2 به توان 10 منهای 7 که میشه 2 به توان 3. در نتیجه میشه چند؟ 8. پس A10 بر روی A7 میشه عدد 8. دیگه یواش یواش داری راه میفتی. تا اینجا دیگه الان نگاه کنی سرعت کار میره بالا، چون داره تکرار میشه همه چی. سوال بعدی، یک سوال تکراری بچه ها. این سوال تکراری بود،
و حل کرده بودیم یه بار، دقیقا مال سال در واقع یک سال قبل از این بود، حالا سالش من ننوشتم اینجا، ولی تمامش مال در واقع دی ماه 97 تا خرداد ماه 99 هستش. حالا چرا خرداد 99؟ چون خرداد 1400 سوا میخوام برات آخر این قسمت حل کنم. سال 10 در یک دنباله هندسی جمله اول 1536 1536، پس این آیکه. نسبت مشترک یه دومه، پس این میشه آر. تعیین کنید چندمین جمله یعنی ان برابر با 6، این آن. پس جمله عمومی رو می‌نویسیم آن برابر با آ1 آر به توان ان منهای 1. آن چنده؟ 6. آ1 چنده؟ 1536. آر چنده؟ 1/2 به توان ان منهای 1. یک معادله تواندار باید حل کنیم، اگر توان بلد باشیم راحت حل میشه. دقت کنید اینجا رو، اولین کاری که میکنیم اینه که 6 رو با 1536 تقسیم در واقع سادش میکنیم، ببینیم چی در میاد. سادش که بکنیم 36 به 6 میشه 6، 1500 به 6 میشه 250، پس میشه 256. نتیجه میشه 1/256 برابر با 1/2 به توان n منهای 1. این توان n منهای 1 برای 1 که تاثیر نداره، میره برای 2. حالا چون صورت ها با هم برابره، پس کافیه مخرج با هم دیگه چی باشه؟ 1 باشه. پس 256 برابر میشه با 2 به توان n منهای 1. حالا سوال اینه 2 به توان چه عدده میشه 256؟ اینجا اگه توان ها رو بلد باشیم قضیه حله. ما اگه توان مثلا 2 به توان 4 میشه 16، بعد اگه بدونیم که 16 ضرب در 16 میشه 256، پس 256 میشه 2 به توان 8. پس 2 به 256 جا چی می‌نویسم؟ 2 به توان 8 برابر میشه با 2 به توان n منهای 1، اینجا n برابر میشه با عدد 9. پس جمله چندم برابر میشه با 6 جمله نهم. در نهایت گفته مجموع 10 جمله اول بنویسید. خب S10 رو میخوام بنویسیم. S10 برابر میشه با A1 منهای R چند بود بچه ها؟ R بود 1/2. 1/2 به توان 10 تقسیم بر 1/1. جمله اولمون هم چند بود؟ 1536. پس S10 برابر میشه با 1536 در 1/1 به توان 10 تقسیم برای 1/2 که میشه 1/2. محاسبش دیگه اگرم ننوشین اشکالی نداره، دارم میگم بهتون خودتون درگیر محاسبه نکنید. ماشین حساب که داری میبری به خاطر همینه، این اگه ببری اونجا حساب بکنید خب یه عددی به شما خواهد داد. در نهایت مصحح وقتی میبینی که شما تا اینجا اومدی دیگه بقیهش کاری نداره، مهم نوشتن رابطه هاست که خب بعد تا اینجا بنویسید. بریم سال بعدی. با توجه به دنباله روبرو به سوال حضر پاسخ دهید. 1/1/5 1/25 مشخصه که دی آرمون برابر با چنده؟ 1/5. نوع دنباله هندسی. سوال تکراریه. ضابطه بازگشتی. هر جمله رو اگه به جمله قبلی تقسیم بکنیم میشه 1/5. اینم دنباله بازگشتی، اصلا فکر نداره که. جمله عمومی. جمله عمومی چی بود؟ آن برابر بود با آ1 یعنی 1 ضرب در آر یعنی 1/5 به توان n منهای 1. این هم تمام. جمله 11 هم جای n بذار 11، مسئله حل میشه. آ11 برابر میشه با 1/5 به توان 10. دو نمره. سوال خیلی ساده و سریع قابل حل شد. بریم سراغ سوال بعدی. گفته جمله سوم یک دنباله هندسی 9. جمله ششم 243 هستش. جمله دهم چی میشه؟ آها، همون رابطه جمله ها رو که داشتیم. گفتیم چی؟ این جمله چندمه؟ جمله سوم. یعنی آ3 شده چند؟ شده 9. آ6 شده 243. ما میدونیم که اگر آ6 رو تقسیم بر آ3 بکنیم حاصلش میشه آر به توان تفاضل 6 و 3 که میشه 3. حالا آ6 چنده؟ آ6 هستش 243. آ3مون هم هستش 9. جواب میشه آر به توان 3. 243 اگه تقسیم بر 9 بکنیم میشه چقدر؟ 243 تقسیم بر 9 میشه 27، درسته؟
نتیجه R به توان F میشه 27. چه عددی به توان 3 میشه 27؟ بلدیم. پس R میشه عدد 3. از شما چی خواسته؟ جمله دهم. بیا بنویس دوباره. این دفعه می‌نویسیم A10 بر روی A6 برابر با R به توان 4. چرا 4؟ چون 10 منهای 6 میشه 4. حالا A10 رو میخوام، A6مون که 243 هستش. R رو پیدا کردم 3، میشه 3 به توان 4. نتیجه A10 ببینیم چی میشه. A10 میشه 243 ضرب در 3 به توان 4. بچه 243 خودش 3 به توان 5ه. 3 به توان 5 ضرب در 3 به توان 4 میشه 3 به توان 9. پس A10مون برابر میشه با 3 به توان 9. نمیدید که خیلی ساده و با یک رابطه، این همون رابطه کلیدی است که تو دنباله حسابی هم داشتیم. اونجا میگفتیم A6 منهای A3 برابر با تفاضلش ضرب در A. اینجا میگیم A6 تقسیم بر A3 برابر با R به توان تفاضلش. رابطه در واقع همونه، فقط یه پله اومده بالاتر دیگه. با توجه به دنباله روبرو به سوال زیر پاسخ دهید. 1 1 سوم 1 دهم 1 27 تکرار مکرر. دوباره مقدار دیمون چقدر گفته؟ نوع دنباله رو مشخص کنید. نوع دنباله چیه؟ هندسی. نسبت مشترک 1 سوم. جمله عمومی آ ان برابر با 1 ضرب در 1 سوم به توان ان منهای 1. ضابطه بازگشتی AN بر روی AN منهای 1 میشه قدر نسبت که همون 1 سومه. دو نمره. توانها. حاصل عبارات زیر به دست آورید. 11 11 با هم برابره، میشه 11 به توان 5 هفتم به علاوه 9 هفتم. چون پایه ها برابره نماها با هم جمع میشه، میشه 11 به توان 14 هفتم. 14 هفتم میشه 2، میشه 11 به توان 2، جواب میشه 121. از خاصیت توان ها استفاده کردیم. 3 به توان 3 دوم، 5 به توان 3 دوم. نماها برابر پایه ها در هم ضرب میشه، میشه 15 به توان 3 دوم. تمام، ولش میکنیم. بریم سوال بعدی. اعداد تواندار رو به صورت رادیکالی و رادیکالی به صورت تواندار بنویسید. خیلی ساده. بچه ها جواب چی میشه؟ x به توان 5 نهم. این میشه رادیکال 1 دهم با فرجه 3. این میشه رادیکال a به توان 3 با فرجه 8. 1.5 نمره. سوال بعدی. 3 به توان 4، 2 به توان 6. این یه دوم مال همشه. پس در واقع یه دوم ضرب در 3 به توان 4 بشه، میشه 3 به توان 4 ضرب در یه دوم میشه 2. اینم میشه 2 به توان 6 ضرب در یه دوم میشه 3. 3 به توان 2 میشه 9، 2 به توان 3 میشه 8. جواب میشه 9 هشتم. سوال اکثرا سوالای کتابه تو امتحان نهایی اومده. پایه‌ها برابر، یکی از پایه‌ها رو می‌نویسم، نماها رو با هم جمع میکنم. 26 و 74 میشه 100، یعنی جواب میشه 1. جواب میشه 3. 26 صدام با 74 صدام میشه 1 دیگه. 3 به توان 1 هم که میشه عدد 3. سوال 17. در جای خالی عدد مناسب قرار بدید. ریشه سوم عدد 27 3. یعنی چه عددی رو 3 بار در خودش ضرب بکنه میشه 27؟ عدد 3 هستش. و ریشه های ششم عدد 64 2 به توان چه عددی رو 6 بار تو خودش ضرب بکنه میشه 64؟ قطعا یکیش 2ه، یکیش منفی 2. خودش گفته ریشه ها، یعنی همینجا به شما اشاره کرده که آقا این دو تاست. به ساده ترین صورت ممکن بنویسید. 125 تقسیم بر 125. چون پایه ها برابره، یکی از پایه ها رو می نویسم، نماها رو از هم کم می کنم، میشه 2 سوم منهای 1 چهارم. بچه ها 2 سوم منهای 1 چهارم باید مخرج مشترک بگیرم، میشه 125 به توان مخرج مشترکش میشه 12، 4 دوتا میشه 8، اینم میشه 8 منهای چند؟ 3. نتیجه جواب میشه 125 به توان 5 دوازدهم. 125 بچه ها خودش میشه 5 به توان 3، پس میشه 5 به توان 3 ضرب در 5 دوازدهم.
از اینجا میشه 5، 3 با 12 ساده میشه، میشه 5 به توان 5 چهارم. این دیگه ساده ترین حالتی که میشه براش نوشت. بعدی دو تا عبارت ضرب شدن با توانهای مختلف، یه توانم بیرونشه، این توان هم تو 3 دوم میاد ضرب میشه هم تو 1 دوم، پس میشه آ به توان 3 دوم ضرب بر 2 میشه 3، ضرب بر ب به توان 1 دوم ضرب بر 2 میشه 1، پس میشه آ 3 ضرب بر ب 1. اینو نگه میداریم، ضرب داره، اینو نگاه کنیم، 1 دوم میره حالا ضرب میشه، 1 دوم ضرب بر 2 میشه 1، ضرب بر ب 1 دوم میشه 3. حالا آ 3 ضرب بر آ 1 میشه آ 4، ب 1 ضرب بر ب 3 میشه ب 4. یعنی نهایتا میتونیم چی بنویسیم جاش؟ بنویسیم آ ب به توان 4. بیشتر میخواد در واقع شما خلاصه نویسی کنید به یک رابطه واحد برسید، که اگر توانها رو بدونیم، ببین بچه‌ها کل توانهایی که خوندیم همینه، یه توان بیرون میره تو بقیه ضرب میشه، پایه ها برابر باشه یا پایه ها برابر نباشه، میتونیم به راحتی از خواص توانها استفاده کنیم و در واقع سوال رو حل کنیم. بریم سراغ سوال 19، سوال کتاب درسیه. خب ام به توان 2 ضرب در ان کلا به توان 3، 3 میره داخل، میشه ام به توان 6 n به توان 3، این داخل پرانتز، این 6 میاد داخل این ضرب میشه، میشه m به توان منفی 3، این هم میره ضرب میشه، میشه n به توان منفی 1. این m به توان 6 با این m به توان منفی 3 با هم اگه گرفته بشه میشه m به توان 3، پس اینجا میشه m به توان 3. این n به توان 3 هم اگر با این n به توان منهایی با هم در واقع درگیرشن میشه n به توان چند؟ 2. پس نهایتا جواب میشه n به توان 3 در n به توان 2. جدا جدا میتونی حساب بکنی چون همشون ضرب شده فاصله شون، کافی که شما بیایید در واقع m رو با m بگیرید، با پایه های برابر نماهاشو با هم جمع بکنید، این دوتا n هم با هم بگیرید نماهاشو با هم جمع بکنید، اون قسمت آخر دیگه کارش نمیتونی بکنی چون نه m با n برابره نه 3 با 2 برابره، پس همونجوری ولش میکنی. و پایینی سوال تکراری دوباره جواب میشه 3 به توان 1، قبلا اینو حل کرده بودیم. پایین گفته تواندار به رادیکال، رادیکال به تواندار، خیلی ساده جواب میشه رادیکال 3 با فرجه 5، توانش 1 میاد اینجا، اینجا میشه رادیکال 6 با فرجه 9، اینجا میشه 25 به توان 1 چهارم، و آخری میشه 3 ممیز 7 به توان 1 دهم. دو نمره. سوال 21 شبیه همون سوال بالایی است، نگاه کنید، دو میاد ضرب میشه اول، میشه m به توان 8 n به توان 6 ضرب داره، 6 میاد توی دوم ضرب میشه، میشه m به توان 3 n به توان 1، دوباره همون حالت، میشه m به توان 11 n به توان 7. m ها با هم، n ها هم با هم، دو سوم با هم برابره، نماها با هم برابره، پایه ها رو تو هم ضرب میکنیم، میشه 21 ضرب در 3 هفتم کلن به توان 2 سوم، 21 با این که ضرب بشه 21 با 7 ساده میشه، میشه 3، میشه 3 به توان 2، پس میشه 3 به توان 2 کلن به توان چند؟ 2 سوم، توانا تو هم ضرب میشه، میشه 3 به توان 4 سوم، یا بنویسیم رادیکال 3 به توان 4 با فرجه 3، هیچ فرقی نمی کنه، جفتش درسته. سوال بعدی، حاصل عبارت های زیرا به دست آورید، 4 8 بچه پایه ها برابر نیست، نماها هم برابر نیست، چی کار میکنیم؟ باید برابرشون کنیم، به چه صورت؟ این بچه ها 4 میشه 2 به توان 2، توان کلش چنده؟ 1 4 ضرب داره، 8 میشه 2 به توان 3، توان کلش چنده؟ 1 5. حالا این 2 میره تو 1 4 ضرب میشه، حاصل میشه 2 به توان 1 دوم ضرب داره، این 3 میره تو 1 5 ضرب میشه، میشه 2 به توان 3 5. الان پایه ها با هم برابره، پس کافی نماها رو با هم چیکار کنیم؟ جمع بکنیم، حاصل چی میشه؟ میشه 2 به توان 1 دوم به علاوه 3 5. یه مخرج مشترک برای این بگیرید، میشه 2 به توان مخرج مشترک میشه 10،
5 به علاوه 6 نتیجه جواب میشه 11 دهم. پس جواب میشه 2 به توان 11 دهم. جواب آخر. سوال بعدی، منهای 2 میاد تو این ضرب میشه، میشه آ به توان منفی 1. منهای 2 تو این ضرب میشه، میشه آ به توان منفی 4. بچه‌ها پایه‌ها با هم برابره، یکی از پایه‌ها رو می‌نویسم، نماها رو از هم کم می‌کنم، میشه منهای 1 منهای منهای 4 که جواب میشه آ به توان 3. تمام. سوال 23، 2 به توان 1/2 نوشته میشه، 2 به توان 1/2. 8 رو می‌نویسم 2 به توان 3 کلاً به توان 1/2. پس دوباره میشه 2 به توان 1/2 ضرب در 2 به توان 3/2. خب 1/2 و 3/2 جمع میشه، چون پایه‌ها با هم برابره، نماها با هم جمع میشه، میشه 2 به توان 1/2 و 3/2 میشه 2، یعنی 4/2 که میشه 2، جواب کلاً میشه 4. پس این عبارت تواندار جوابش میشه 4. بعدی، منهای 4 در 1/2 ضرب میشه، میشه m به توان منفی 2. منهای 4 در 2 ضرب میشه، میشه m به توان منفی 8. طبق قانون توانها پایه ها نوشته میشه، نماها از هم کم میشه، منفی 2 منهای منفی 8، جواب میشه m به توان 6. سوال 24، گفته جمعیت شهری در سال 2020 حدود 100,000 نفر بوده. اگر رشد جمعیت این شهر با نرخ 1% در حال کاهش باشد، جمعیت آن در سال 2021 میلادی چقدر خواهد شد؟ خب اولا جمعیت اولیه که 30 هستش، پس می نویسم اینجا FT برابر میشه با 100,000 در 1. بچه ها چون گفته 1% کاهش میشه 1 منهای 100 به توان چند؟ 1 سال بعد گفته دیگه، به توان 1. یعنی تفاضل توان از ما از 2020 میخوایم برسیم به 2021، یعنی تو 1 سال میخوایم ببینیم چقدر کاهش پیدا میکنه. پس چون گفته کاهش، منها مینویسیم، درصد هم گفته 1%، اینم 100. نتیجه جواب میشه 100,000 ضرب در 1 منهای 100 میشه 99,000. 99,000 رو در 100 ضرب بکنیم میشه 99,000 نفر. چرا؟ دو تا صفرش با ممیزش میره، میشه 99,000 نفر. یعنی جمعیت این کشور 1,000 نفر کاهش پیدا میکنه بعد از 1 سال، اگر با رشد 1% بخواد کاهش پیدا کنه. میگم که این مسئله الان راحت حل شد، اما اگر میگم مثلا ظرف 2 سال وقت بعد 99,000 به توان 2 میرسونید که اینجا ماشین حساب نیاز داشتید، این مدل سوالا رو معمولا با ماشین حساب حساب میکنن. سوال بعدی گفته نمودار توابع 3 به توان x، 2 به توان y و 4 به توان z در شکل زیر رسم شده است، ضابطه هر نمودار را مشخص کنید. نکتهشو گفتم بهتون بچه ها، اون تابعی که به محور y ها نزدیک‌تره عددش بزرگتره، پس این 4 به توان x، این 3 به توان x، اینم 2 به توان x. و سلام، خیلی راحت حل شد. سوال بعدی، جمعیت کشوری در سال 2017 میلادی حدود 40 میلیون نفر بوده، پس مقدار سی اولیه‌مون میشه 40 میلیون. من دیگه صفراشو نمیذارم. اگر رشد جمعیت 1% در حال کاهش باشد، جمعیت در سال 2018، بچه این سوال بالاییه، هیچ فرقی نمی کنه، فقط می نویسیم FT برابر با 40 میلیون در 1 منهای 100 به توان 1، چون یه سال بعدش خواسته دیگه. پس جواب میشه 40 ضرب در 99,000. 40 ضرب در 99,000 حساب بکنیم، 40 ضرب در 99 بکنیم ببینیم چقدر میشه. 4 9 تا 36 تا 3 میشه 39، میشه 396. خب 40 میلیون در واقع 7 تا 0 داره که 2 تاش میره، میشه 396، یه 5 تا میمونه اینجا، در واقع میشه 39,600,000 نفر. یعنی چی؟ یعنی 400,000 نفر کاهش جمعیت پیدا میکنه. پس 40 میلیون میشه 39,600,000 نفر.
در جای خالی عبارت مناسب قرار دهید. در تابع نمایی ایگرگ برابر با آب توان ایکس، اگر آب دوتر از یک باشد، هرچه ایکس کوچکتر می شود، گوش کنید. بچه ها زمانی که آب دوتر از یک، هرچی ایکس کوچکتر می شه، مقدار ایگرگ به سمت صفر نزدیکتر می شه. پس می نویسم اینجا. به سمت صفر نزدیکتر می شود و هرچی برعکس، هرچی ایکس بزرگتر بشه مقدار ایگرگ بزرگتر می شه. سوال 28. سرمایه اولیه یک شرکت 100 میلیون تومان بوده، پس این سیمونه 100 میلیون، سود سالانه آن 20%، چون گفته سود پس میشه رشد، 20%، میزان آن در تمام مدت یک سال ثابته، سرمایه شرکت پس از گذشت 3 سال چقدر خواهد؟ بچه این دیگه قطعا نیاز ماشین حساب داره، من براتون رابطهش می نویسم. اف تی رو داریم برابر میشه با 100 میلیون در 1 به علاوه 2 دهم، چون 20% میشه 2 دهم، به توان چند؟ به توان 3، چون گفته بعد از 3 سال. پس جواب چی میشه؟ جواب میشه 100 میلیون در 1.2 دهم به توان 3. 1.2 دهم به توان 3 برسونی مثل اینه که 1.2 دهم رو 3 بار در خودش ضرب بکنید. خب 1.2 دهم به توان 2 میشه 1.44. 1.44 اگه ضرب بره دوباره 1.2 دهم بکنید که خب عددی خواهد شد، حالا هرچی ماشین حساب نداریم اینجا حساب بکنیم، در نهایت عددش ضرب در چند میکنیم؟ ضرب در 100 میکنیم که در نهایت جواب آخرمون به دست بیاد. براتون حساب بکنم دیگه، 144 اگه ضرب در 12 بکنیم میشه 8 8 2 4 4 1 8 2 7 1 میشه 17، میشه 1.728 که ضرب در 100 بشه میشه 172 میلیون و 800، یعنی بعد 3 سال 72 میلیون و 800 هزار تومان سود برای شرکت خواهد داشت. گفته نمودار تابع 2 به توان x رو رسم کنید. یه جدول براش میکشیم به این صورت، روش رسم به این صورته. اینجا مقدار x میذاریم، اینجا y میذاریم. اولین عددی که قرار میدیم x رو 0 میذاریم، y میشه 1. x رو 1 میذاریم، y میشه 2. x رو 2 میذاریم، y میشه 4. از این بعد x رو منفی 1 میذاریم، y میشه 1/2، x رو منفی 2 میذاریم، y میشه 1/4. این 5 تا نقطه رو پیدا کن، به هم وصلشون کن و جواب به دست میاد. به این صورت محور مختصات میکشیم، نقاط 0 و 1 یه نقطه، نقطه 1 و 2 این یه نقطه، منهای 1 و 1/2 یه نقطه، به این صورت شکل ترسیم میشه. میشه نمودار تابع مختصات 2 به توان x. سال بعدی، جمعیت اولیه یک روستا حدود 2000 نفره. سی رو داریم 2000 نفر. جمعیت این روستا با نرخ 2% در حال کاهشه. جمعیتش بعد 3 سال چی میشه؟ خب می نویسیم اینجا f t برابر میشه با 2000 نفر در 1 منهای 2%، یعنی 200 به توان چند؟ به توان 3. نتیجه جواب میشه F3، یعنی بعد 3 سال میشه 2000 ضرب در 1 منهای 200 میشه 98 صدم، میشه 98 صدم به توان 3. کافیه 98 رو 3 بار تو خودش ضرب بکنید، یه عدد کوچیکتر از در واقع 1 میشه هرچی ضرب بشه، در نهایت ضرب در 2000ش بکنید و مقدار جمعیت رو میتونید به دست بیارید. نوشتن رابطه خیلی مهمه، جایی که میگه کاهش منفیه، جایی که میگه افزایش اضافه میکنیم. سال بعدی دوباره همینه بچه ها، هیچ فرقی نمیکنه. نگاه کنید فقط گفته سال 96 همون 2000 نفره، حتی ازش هم عوض نکرده، رشد جمعیتش هم باز گفته 1%، یعنی جواب میشه 2000 در 1 منهای 100 به توان چند؟ بین 98 و 96 2 سال فاصله است. از اینجا F2 به دست میاد، بعد 2 سال جمعیت ببینیم چقدر میشه. باز همون رابطه نوشته میشه، منتها به جای نرخ 2% به شما نرخ 1% داده. این مثاله متنوعی بودش که ازش حل کردم براتون و دیدید که به چه صورتی در واقع در اومد.
خب اما آخر کارمون، حالا کل مبحث رو گفتیم تموم شده، الان در انتهای کار میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بریم سال 1400 آزمون نهایی حل کنیم. پیشنهادم به شما اینه که همینجا ویدیو رو استوب کنید، خب برید یه دور دیگه مطلب رو بخونید، بعد 1400 رو خودتون حل کنید، ببینیم به چه صورتی حل میکنید. بعد که حل کردیم بیاییم با همدیگه رو نگاه کنیم ببینیم که وضعیتتون به چه صورتی. البته پیشنهاده، میتونید حالا این کارم نکنید، برای اینکه خودتون رو محک بزنید میگم. آزمون نهایی 1400، جای خالی رو به عبارت مناسب پر کنید. الف، برای عدد صفر فاکتوریل به صورت صفر فاکتوریل مساوی با یک تعریف میکنیم. یه عدد یک میذاشتیم 25% میگرفتیم. اگر عملی طی دو مرحله اول و دوم انجام شود، به طوری که در مرحله اول M1 طریق و مرحله دوم N طریق انجام شود، در کل این عمل به M ضرب در N طریق. این عمل ضرب بود دیگه، تعریف ضرب در واقع ضرب و جمع بود تو اصل شمارش. تعداد جایگشت های انتهایی از N شی N فاکتوریل، این تعادیفی که گفتیم داره میاد سوال. اگر داده دور افتاده داشته باشیم از نمودار جعبه‌ای استفاده میکنیم، اگر نمود داده دور افتاده نداشتیم از نمودار بستنی معکوس استفاده میکردیم. اگر پیش آمد آ حتمی باشد احتمال آن یکه. هرگاه آ و ب دو پیش آمد از فضای نمونه اس باشند، به طوری که چه اتفاقی بیفته؟ در این صورت آ و ب ناسازگارن. چه اتفاقی باید بین آ و ب بیفته تا ناسازگار بشن؟ کافی اشتراکشون تهی باشه، اون وقت ناسازگار میشن. درستی نادرستی عبارت رو مشخص کنید. وقتی داده دور افتاده داریم، میانه معیار مناسبی برای توصیف است. بله درسته، برای توصیف داده های کمی گزارش درصد باید همیشه به گزارش تعداد برابر باشد؟ نه خیر، باید همراه باشد. پس این نادرسته. یادتون هست کلمه همراه خیلی تاکید کردیم. مرتب کردن داده ها در گام دوم چرخه اجرا، نه خیر، گام دوم که در مورد برنامه‌ریزیه، پس این اشتباهه، میشه نادرست. طرح یک پرسش دقیق و شفاف مهمترین گام به پاسخ است. بله، که در مرحله بیان مسئله صورت میگیرد. اوکی، کاملا درسته. یه چیزی حدود دو نمره سوال دو داشت و حدود 2, 3, 4, 5, 6 یکوری نمره هم سوال حدود 2.5 نمره فعلا اینا درست نادرسته فعلا جواب داده بهتون تا اینجا. جالبه که 1400 تست هم داده بوده، گفته گزینه صحیح را انتخاب کنید. 6 فاکتوریل بر روی 3 فاکتوریل، سادهش کنید خب میشه 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 فاکتوریل بر روی 3 فاکتوریل، سی جواب 120 گزینه 3. روش نمونه گیری مربوط به کدام مرحله است؟ مرحله طرح و برنامه‌ریزی دیگه، نمونه گیری انجام میدیم. خب بیان مسئله که اصلا کاری نمی‌کنیم که، تازه توی برنامه ریزی هم نمونه گیری نمی کنیم، روش نمونه گیری رو حساب می کنیم. از چه روشی انجام بدیم؟ یعنی ما تو مرحله اول دوم اصلا کاری انجام نمیدیم. با 8 نقطه متمایز واقع بر محیط دایره چند مثلث میتوان تشکیل داد؟ میشه ترکیب 3 از 8. وتر رو یادتونه حل کردیم با هم دیگه، الان میشه ترکیب 3 از 8، چون مثلث میخوایم. ترکیب 3 از 8 چی میشه؟ حساب بکنیم میشه 8 ضرب در 7 ضرب در 6 بر روی 3 ضرب در 2 ضرب در 1 میشه 56 گزینه 4. حاصل عبارت پی 2 از 2 فرمول داشته میشه 2 فاکتوریل بر روی 2 منهای 2 فاکتوریل. بچه ها 2 منهای 2 فاکتوریل میشه 0 فاکتوریل که میشه 1، جواب میشه 2 گزینه 3. پس تستش هم 25% بود فکر میکنم، یا آره 25% بود که در واقع ما 3 نمره کلن توی این قسمت سوال داشتیم. بریم سراغ مثال بعدی. گفته بین 4 شهر A, B, C, D مطابق شکل راههایی وجود دارد، مشخص کنید به چند طریق میتوان از شهر C بدون عبور از شهر B بریم به شهر D. یعنی شما نمیتونی از C بیای به B، این قدغنه، پس مجبوری چیکار کنی؟ مجبوری از C به B نمیتونی بیای.
گفته از شهر سی بدون عبور از شهر بی، یعنی اصلا با بی کاری نداشته باشید. پس چیکار میکنیم؟ میایم میگیم از سی میایم به آ، پس سی میریم به آ، از آ میریم به دی. از شهر سی میخوایم بدون عبور از شهر بی، خوب دقت کن، اصلا با شهر بی کاری نداشته باشیم. حالا الان میخوام حلش کنیم چی میشه؟ میشه از سی به آ چند مسیر داریم؟ سه مسیر داریم. از آ به دی 4 مسیر داریم. از دی به بی چند مسیر داریم؟ 1 مسیر داریم. ببخشید گفته فقط دی دیگه تا اینجا، به بی دیگه کاری نداریم تا اینجا. نتیجه چی میشه؟ میشه 3 4 تا 12 تا. از سی رفتیم به دی بدون اینکه از بی عبور بکنیم. حالا ممکنه که در واقع طراح سوال منظورش این باشه که ما اصلا از سی به بی نریم. میتونیم بگیم آقا از سی بریم به آ، از آ بریم به بی، از بی بریم به دی. درست شد؟ ممکنه از این مسیرم بتونیم انتخاب بکنیم. پس بگیم از سی بریم به آ. ما که از سی به بی نرفتیم، از سی رفتیم به آ. حالا از آ میریم به بی، از بی میریم به دی. پس میشه سی به آ میشه 3 مسیر، آ به ب میشه 1 مسیر، بی هم به دی میشه 1 مسیر. اینم کلا میشه 3 تا. اینا رو با هم جمع میکنیم حاصل میشه 15. بچه‌ها این تیپ سوالا معمولا سوالای در واقع دو پهلوه. این که حالا ما از سی مستقیم به بی نریم، خب یه مسئله است. یکی این که ما از سی به بی گفته، از سی گفته به بی نریم، میتونیم از آ به بی بریم که. پس اینو من دو صورت براتون حل کردم که هر کدومش حالا قابل قبول باشه همونو در واقع انجام میدیم. در کل کلیت کار اینه که ما حرکتمون رو باید دقت بکنیم، هر مرحله ای که انجام میدیم تو هم ضرب میشه. این نکته مهمه برامون. بریم سراغ مثال پنجم. از بین دو دانش آموز رشته ریاضی و سه دانش آموز رشته تجربی و دو دانش آموز رشته انسانی، سه دانش آموز به تصادف برای اردوی مشهد انتخاب میکنیم. پس ان اس مون برابر میشه با کلن سه تا دانش آموز انتخاب کردیم از بین دو و سه و در واقع دو تا و سه تا و دو تا. دو دانش آموز رشته ریاضی 3 میشه 5 میشه 7 تا. 3 از 7 انتخاب میکنیم، جواب میشه 7 ضرب در 6 ضرب در 5، پایین هم میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 1، جواب میشه 35. پس فضای کلمون میشه 35 حالت. چقدر احتمال دارد از هر رشته یکی انتخاب بشه؟ پس ان ا رو میخوایم انتخاب کنیم. آقا از رشته ریاضی یه دونه انتخاب بشه میشه 1 از 2. از رشته تجربی یه دونه انتخاب بشه میشه 1 از 3. از رشته انسانی یه دونه انتخاب بشه میشه 1 از 2. چون ما قرار بود 3 تا انتخاب داشته باشیم، پس 3 مرحله کار انجام میشه، مراحل تو هم ضرب میشه، جواب میشه 12. حاصل میشه 12 35. جدول زیر رو کامل کنید. ضابطه دنباله به این صورته. فرمول بازگشتی، گفتیم فرمول بازگشتی میشه آن منهای آن منهای یک برابر با دی. بچه دیمون چنده اینجا؟ ضریب ان. پس اینجا میشه عدد 2. این میشه دنباله بازگشتی. چهار جمله اول آ یک، یک بذارم میشه 3، آ دو میشه 5، آ سه میشه 7، آ چهار میشه 9. دنباله فرده، جملهاش هم به فرده. سوال 7، با توجه به دنباله های زیر حاصل عبارت A1، B4 و C2 رو به دست بیارید. A1 توی جمله A به جا N بذار 1، میشه 2 به توان 2 به علاوه 1، جواب میشه 2 به توان 3، جواب میشه 8. B4 میشه 15 4 به علاوه 1 میشه 5، 15 تقسیم بر 5، جواب میشه 3. C2 جای n بذار 2، میشه 1/2 به توان 2 منهای 2، 2 منهای 2 میشه 0، 1/2 توان 0 میشه 1. اینا رو با هم جمع و تفریق کنیم ببین چی گفته. پس میشه 8 منهای 3 به علاوه 1، جواب میشه عدد 6. اینم از سوال 7. سوال 8، در یک دنباله حسابی جمله اول منفی 17 جمله دهم برابر با 10 جمله عمومی دنباله رو بنویسید.
بچه ها برای جمله عمومی ما چی نیاز داریم؟ جمله اول نیاز داریم و دی. خب دی رو که نداریم، بریم اول دی رو پیدا کنیم. میگیم جمله دهم یعنی آدهمون برابر با دهه، جمله اولمون برابر با منفی 17. نکته داریم، میگیم آده منهای آیک برابر با تفاضل این دوتا میشه 9 تا دی. آدهمون ده منهای منفی 17 میکنیم برابر میشه با 9 تا دی. اینجا میشه 27 برابر میشه با 9 دی، پس دی برابر میشه با 3. حالا برای اینکه جمله عمومی بنویسیم باید چیکار کنیم؟ باید بگیم آن برابر با آیک به علاوه ان منهای 1 در دی. جای آیک و دی مقدار بذاریم، بیم قرار بدیم آیکمون هست منفی 17، دیمون هم که هست چند؟ 3. قرار بده تو رابطه ببین چی در میاد. میشه آن برابر میشه با منفی 17 به علاوه 3 رو ضرب بکنیم میشه 3n منهای 3. پس آن میشه 3n منهای 20. اینم جمله عمومی. بچه همینم که بنویسید اینجا، اینجا به جای آیک بنویس منفی 17، به جای دی هم بنویس 3 کافیه. محاسبم نکردی اشکالی نداره. در یک دنباله حسابی مجموع 16 جمله اول رو حساب بکنید. خب 16 جمله اول یعنی n برابر با 16، آیکمون که برابر با 11، 11 تا 8 هم منفی 3 تا اومده جلو، پس دیمون هم منفی 3. فرمول می نویسیم S n برابر با n دوم در 2 برابر آیک به علاوه n منهای 1 در d. کافیه جاگذاری کنیم. S 16 برابر میشه با 16 دوم در 2 برابر آیک میشه 2 ضرب در 11 به علاوه 16 منهای 1 میشه 15 ضرب در d، مونم که منفی 3. 15 ضرب در منفی 3 میشه منفی 45، منفی 45 با 22 اگه جمع بشه میشه منفی 23. نتیجه جواب میشه 8 ضرب در منفی 23 که میشه 160 تا، 24 تا میشه منفی 184 تا. دنباله ای که در واقع جمله هاش به سمت پایین داره میده، خب قطعا جوابش هم منفی در میاد. کدام یک از جملات عمومی زیر مربوط به دنباله حسابی است؟ بچه دنباله حسابی ضریب n باید عدد باشه. اینجا ضریب n n، پس این نمیتونه باشه. این گزینه میتونه دنباله چی باشه؟ حسابی باشه. اختلاف مشترک برابر چیه؟ ضریب n. ضریب n چنده؟ ضریب n برابر میشه با عدد 3. اینو میگن اختلاف مشترک یا همون d. به کمک رابطه بازگشتی سه جمله اول رو بنویسید. بچه ها دقت کنید اینجا رو. رابطه بازگشتی گفته آیکمون برابر 1/2، پس اگر اینو بذاریم 1، نتیجه آ2 برابر میشه با 2/3 ضرب در 1/2. به جای آیک میزنم 1/2، بذار بنویسم 1/2، اینجا بنویسم آیک، پس نتیجه میشه 2/3 ضرب در 1/2 که جواب میشه 1/3. پس این میشه چی؟ این میشه آ2. حالا آسه رو میخوام، اینو میذارم 2، نتیجه آسه برابر میشه با 2/3 آ2 یا میشه 2/3 ضرب در 1/3 که از اینجا آسه برابر میشه با 2/9. پس جمله دوم شد 1/3، جمله اولم که 1/2 و جمله سومم شد 2/9. گفته جمله عمومی و نسبت مشترک رو به دست بیارید. خب نسبت مشترک همونطور که تو فرمول میبینید، اگر شما آن به علاوه 1 رو بر روی آن بنویسید، در واقع دنباله بازگشتی، جواب شده 2/3. پس این همون قدر نسبت یعنی آر. جمله عمومی چی میشه؟ جمله عمومیش هم خب مشخصه، میشه آن برابر با آ1 ضرب در آر به توان n منهای چند؟ 1. آن را اگه دقت بکنید جمله عمومی مونه، آن برابر با آیک هم که مشخصه چند؟ 1/2، میشه 1/2 در آرمون شده چقدر؟ آرمون شده 2/3 به توان n منهای 1.
یعنی کافی جای آیک و آر مقدار قرار بدین تا جمله عمومی رو به شما بده. بسیار خوب، بریم سراغ سوال 12. گفته نخستین جمله یک دنباله هندسی 96 یعنی آیک، نسبت مشترک 2 یعنی آر، کدام جمله یعنی آن در واقع از شما ان رو میخواد، ان مجهولمونه، برابر 768، پس این آن شما میشه. جمله عمومی رو بنویسید، آن برابر با آیک ضرب در آر به توان ان منهای 1 میشه 768 برابر با 96 ضرب در 2 به توان ان منهای 1. خب چند تا 96 تا میشه 768 تا؟ کافیه که تقسیم بکنید، احتمالاً 8 تا میخوره، چون 8 6 48 میشه، درست در میاد و نتیجه 768 بر روی 96 برابر میشه با 2 به توان n منهای 1. این عدد میشه 8. 8 برابر میشه با 2 به توان n منهای 1. 8 خودش میشه 2 به توان 3. نتیجه n منهای 1 برابر میشه با 3، پس n برابر میشه با 4. یعنی جمله چهارم این دنباله میتونه برابر 768 باشه. سال 13، تواندار به رادیکال، رادیکال به تواندار. اولی میشه رادیکال 4 با فرجه 3، دومی میشه 18 به توان 2 زیر رادیکال با فرجه 9، سومی میشه 21 به توان 4 5 و آخری میشه 47 به توان 3 8. خیلی ساده است این مدل سوالا. سوال آخر که مقدار جدید بود در سال 1400 اومده بود، بحث معادلاتی بود. ببینید اینجا گفته که 8 به توان 4 ضرب در 9 به توان x شده 72 به توان 4. این یعنی اینکه پایه‌ها با هم متفاوت بوده، نماها با هم برابره، پس نتیجه اینکه x برابر به خود 4 میشه. اصلا حل نمیخواد، خیلی ساده. بعدی 5 به توان x به توان 6 میشه 5 به توان 6x مساوی با، اینجا اگه کسر رو معکوس کنی میشه 5 به توان منفی 2. میگم چون پایه ها با هم برابره، نماها ها باید با هم چی باشه؟ مساوی باشه. پس 6x برابر میشه با منفی 2، از اینجا x به دست میاد، منفی 1/3. سوال آخر از این قسمت، 6 دهم چون پایه ها برابر، نماها با هم جمع میشه، میشه 1 به علاوه x به علاوه 3 برابر شده با 6 دهم به توان چند؟ 8. پایه ها برابر، نماها با هم مساوی، قاعده برابری توان هاست، میشه 1 به علاوه x به علاوه 3 شده 8، از اینجا x برابر میشه با عدد 4. یه جمع و تفریق ساده. سال 15، 4 برای همش وجود داره، پس میشه آ به توان 1/2 ضرب در 4 میشه 2، 1/4 ضرب در 4 میشه آ، آ 2 به آ جواب میشه آ. سوال کتاب، 5 با 5 برابره، 1/3 با هم که قرینه میشن، میشه 5 به توان 1/3 منهای 1/3 میشه 5 به توان 0، جواب 1. دیگه از این راحته واقعا سوال نداریم. نمودار مختصاتی تابع y برابر با 3 به توان x رو رسم کنید. یک محور میکشیم به این صورت، x بالا y پایین، از 0 شروع میکنیم، 0 بدم میشه 1، 1 بدم میشه 3، منفی 1 بدم میشه 1/3. همین 3 تا نقطه رو به هم وصل کنید، معلوم میشه که تابع به چه صورتی خواهد بود. 0 و 1 به این صورت، 1 بدم میشه 3، میاد اینجا، منفی 1 بدم میشه 1/3. شکل تابع با یه رنگ دیگه رسم میکنم برات که ببینی، به این صورت میری رو به بالا، اینجا میشه 1، اینجا منفی 1، اینجا میشه عدد 3 و 1. اینم شکل تابع شما شد، نمودار مختصات 3 به توان x. و در نهایت آخرین سوال آزمون 1400، پدر سارا قصد دارد مبلغ 20 میلیون تومان را برای هزینه دانشگاه دخترش در بانکی سپرده گذاری کند. این بانک سالانه 20% بهش سود میده، سود یعنی بالا. پس FT برابر شده با C در 1 به علاوه A به توان T.
بعد چند سال؟ بعد 2 سال. پس F2 رو میخوام. مقدار پول اولیه چقدر؟ 20 میلیون. میذارم 20. 1 به علاوه چند درصد سود داره؟ 20%، میشه 0.2. بعد چند سال؟ بعد 2 سال. پس به توان 2 میرسه. نتیجه 1 با 2 دهم جمع بشه میشه 1.2. 1.2 به توان 2 میشه 20 میلیون. ضرب داره 1.2 به توان 2 میشه 1.44. 20 اگه ضرب بده 1.44 کنی میشه 2 ممیزه، میشه در واقع 28.8. میشه 28.8. اگه به میلیون تبدیل کنی میشه 28.800. یعنی پدر سارا بعد از 2 سال 28.800 سود داره از بانک میگیره. یعنی 20 میلیونش 8.800 بهش چی میشه؟ اضافه میشه. خب عددی هم که داده بودن عدد روندی بود، با ماشین حساب میشد حساب نکنیم. در نهایت بچه ها با این مجموعه سوالی که الان حل کردیم، کل مبحث ریاضیات 12 انسانی برای امتحان نهاییتون در واقع کامل شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. براتون از این موفقیت میکنم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.